خب بینندگان ارجمند، روز آدینه است. طبق روال همیشگی ما معمولا در این روزها میپرداختیم به آیات قرآنی و تفسیر و تعبیر که ازش بهره بگیریم برای بازگشت به هویت ملی و نشان بدیم که معیارهایی که امروز خانواده‌های ایرانی از روی تحمیل و ارث این آیین را به ارث بردن که جز ویرانگری، جز تباهی کار دیگری را تا به امروز نداشتم. ولی خوشبختانه به خاطر حضور استاد و کدبان هومر آبرامیان، اندیشمند و دانشمند بزرگ ایران شناس و ایرانی آشوری تبار، برنامه هم به طور کلی دچار تحول شد. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید دو سه برنامه با هم نشستیم و خدا را سپاس می‌گوییم که چندین برنامه هم با هم خواهیم نشست و بر اساس بنیادهای فرهنگی ایران و بنیادهای اخلاقی فرهنگی ایران با هم صحبت خواهیم کرد. توقع بینندگان کم کم داره بالا میره و حق هم دارن. چند بیننده فرهیخته که خودشون در همین کار هستن، در رسانه هستن، دیروز از من تقاضا کردن، حتی اگر نام ببرم هیچ اشکالی نداره، آقای طاهر ممتاز که یکی از ایرانیان فرهیخته هستن، از من تقاضا کردن که این برنامه به عنوان یک دانشکده، به عنوان یک دانشگاه محسوب میشه با حضور هومر آبرامیان، بهتر است که اندک اندک بر بنیادهای فرهنگ ایران صحبت بشه که اونهایی که تا به امروز از حمله تازیان، از تجاوزگران اعراب، از آیین بیابانگردان اعراب، کلی در این برنامه ها، در برنامه های دیگر اندیشمندان مثل آقای رضا فاضلی، بانو پری صفاری و استاد فرود فولادون، دکتر مسعود انصاری و از جمله خود آقای استاد هومر آبرامیان که 5 سال پیش شسفت همه این کارا بودن، بهتره که همه مردم الان حدوداً آمادگی پیدا کردن، پس بپردازیم به سوی جایگزین. جایگزین اینها چه خواهد شد؟ پریشب نمونه ای از یک جایگزین را هومر آبرامیان از گاته ها برای ما خواندن و تفسیر کردن. به واقع هر کسی که اندکی، یا به قول عیسی میگه به اندازه دانه خردلی، اون میگه ایمان، ما میگوییم به اندازه دانه خردلی اگر خرد داشته باشد. صحبتی که هومر آبرامیان درباره دختر زرتوش ادا کردن که 3800 سال پیش زرتشت بزرگ از دخترش برای ازدواج سوال میکنه، که در هیچ مکتب و آیین و دین و به هیچ عنوان در هیچ آیینی پیدا نمیشه، یک نمونه بود از جایگزینی که ما میخواهیم درباره‌اش صحبت بکنیم. امروز هم برنامه بسیار، فکر میکنم وقتی که من میگویم بسیار خوب خواهیم داشت، به خاطر حضور من نیست، به خاطر حضور هومر آبرامیان، اندیشمند و سخنور و یکی از پژوهشگران به نام ایران. آقای آبرامیان درود و خیر مقدم، خیلی خوش آمدید. درود بر شما. فرموده بدید که من کار رو با سروده بسیار بسیار شیوایی از زبان فردوسی بزرگ که پدر فرهنگی ملت ایران است آغاز کنم. خواهش. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. راو از او ای بهر دو سرا ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. همیشه خرد را تو دستور دار، به دو جانت از ناسزا دور دار. زهر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نقنوی.
چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیابد ببان. با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به روان و فروهر همه آنانی که در سالهای 1914 تا سالهای 1924 ارمنیان مردمی آزاده، مردمی پاکسرشت که به دست انسان ستیزان ترک مسلمان در ترکیه کشتار همگانی شدند. ما دیروز گواه این بودیم که در جای جای جهان در شهرهای بزرگ ارمنی ها یک بار دیگر به خیابان ها ریختند تا یک بار دیگر این لکی ننگ و شرماور را که مسلمانان باورمند به بنمایه های اسلامی در خاک ترکیه ریختند و لکه ننگی بر تاریخ جهان، بر پیشانی تاریخ جهان گذاشتند، یک بار دیگر فراروی مردمان بگذارند، بشود که این آدمی که ما ایم از کرده خود شرمسار شویم. من یک بار دیگر به همه بازماندگان این رخداد بسیار شوم و شرماور، به همه ارمنیان، به ویژه ارمنیان خوب همیهنم، با همه دل درود میفرستم و با اندوه بزرگ شما همدردی میکنم. خب پروانه بدید که من درباره همین جا، چون اگر سخن گسسته من خواستم بشود... من هم تسلیت بگم. بله بفرمایید. من هم به سهم خود کشتار بزرگ یا قتل عام بزرگ ارامنه در 24 آوریل 1915 را به دست مسلمانان باورمند را تسلیت بگم. و اما امروز یک چیز دیگری به این قتل عام ها اضافه میشه و اون هم که شاید همه همیهنان ما، خیلی از همیهنان ما ناآگاه باشن، کشتار آشوریان هم در همون روزها به دست مسلمانان باورمند ایرانی. و تا به امروز چرا آشوریا اینها این مسئله را پنهان نگه داشتن، از آقای هومر آبرامیان میخواستم در ادامه صحبتشون برای ما باز بکنن، چون تعداد برای من که باور نکردنیست. 750,000 آشوری هم به دست مسلمانان باورمند در اون زمان هم در قسمتی از خاک ترکیه و هم متاسفانه با اندوه بسیار باید بگیم در ایران ما و به دست این خردباختگان ایرانیان مسلمان شده کشته شدند. آقای هومر بفرمین. من بارها نشان دادم که در همه نشست‌های تلویزیونی از آنجایی که خود از فرزندان آشور و بالیده از دامن جامعه آشوریان هستم، ایرانیان آشوری تبار، همیشه هر زمان که سخن از تبارهای گوناگون به میان می رود آشوری ها رو در رده واپسین می گذارم، چرا که بینندگان همیهنان خوب من بر این اندیشه نادرست نیفتند که چون هومر آبرامیان خودش آشوری است بنابراین همیشه از آشوری ها سخن می گوید. من امیدوارم هم تباران خوب من آشوریان این نکته را ژرف بنگرند. امروز هم میخواهم چنین کنم. امروز هم اگر پروانه بدهید میخواهم پیش از اینکه به آشوریان بپردازم به دیگران بپردازم. از زمانی که خدایان پنداری در ذهن و پندار بیماری کیشبانان دینهای دروغین پدید آمدند، خدایانی که جز باریختن خون تشنگیشان سیراب نمیشد، از همون زمان که رود نیل به خون دگرگون شد، از همون زمان که در سراسر سرزمین زیبای مصر همه چشم ساران و تالابها و همه رودها و همه رودبارها به خون دگرگون شدند و ماهیهای زیبای آن رودها مردند، خون برای خدا، پسرت را بکش برای خدا، برادرت را بکش برای خدا، همسایه ات را بکش برای خدا، زمین را از خون کافران رنگین بساز برای خدا، خون برای خدا ای که تشنگیش جز با خون سیراب نمی شود، خون جانور و خون آدمی، خون تنها خون باید بریزی، چرا که این خدا تشنه خون است و جز با خون سیراب نمی شود. از پس از کشته شدن عیسی مسیح بر صلیب که به گفته کتاب مقدس مسیحیان گروهی بر این باور بودند که یهودیان او را به صلیب کشیدند و گروهی دیگر بر این باورند که رومی ها او را به صلیب کشیدند، ولی از دید من نه رومی ها او را به صلیب کشیدند